جمعی از شیعیان کشور کویت با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار کردند در این دیدار معظم الله ضمن راهنمودهایی فرمودند در پاره از روایات از امام رضا علیه السلام نقل شده است که هر کس حضرت معصومه سلام الله علیه را با معرفت و شناخت حق و جایگاهش زیارت کند بهشت بر او واجب می شود معظم الله ادامه دادند شما زایران آن حضرت هستید و در این معنا میان مرد و زن، پیر و جوان، عالم و جاهل، دختر و پسر و بزرگ و کوچکتان تفاوتی وجود ندارد. مرجعیت شیعه سپس توضیح فرمودند از این سخن امام رضا علیه السلام برمی آید که آن دسته از کسانی که به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نائل می شوند اما حق و جایگاه ایشان را نمی شناسند اینان پاداش، فضیلت، مقام زیارت و آثار مثبت بزرگ و فراوان ناشی از زیارت را در دنیا و آخرت به دست می آورند ولی بهشت به عنوان پاداش زیارت مشروط به شناخت حق و جایگاه این بانوی بزرگ است مرجع عالی افزودند معرفت و شناخت در قانون آسمان در عبادت ها و تمام وسایل و راهکارهای تقرب به خدای متعال اساس و مبنا است ایشان ادامه دادند معرفت و شناخت در چارچوب معرفت اهل بیت علیه السلام قرار دارد و است که از اهل بیت علیه السلام بیان شده است معظم الله تصریح کردند به دیگر بیان باید بدانیم و بپذیریم که اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که خدای متعال و رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی آنان را همسنگ قرآن کریم قرار داده و مورد سومی را ذکر نفرمودند مرجالی قدر تاکید کردند باید توجه داشت که خدای سبحان اصل است و رسول گرامی اسلام گرامی ترین اولین و آخرین نه تنها برای مسلمانان که برای همه جهانیان است و سپس اهل بیت و اطرت ایشان هستند. بنابراین هیچ یک از دو سقل کتاب خدا و اطرات از یک دیگر جدا نیست و هیچ کدام جای خالی دیگری را پر نمی کند و در واقع جدایی بین قرآن و اهل بیت علیه السلام راه ندارد. بنابراین روشن است که قرآن کریم به سوی اهل بیت علیه ما سلام فرا می خاند و اهل بیت علیه ما سلام به سوی قرآن کریم هدایت می کنند. معظم الله ادامه دادند شما آقایان و خانم ها هنگامی که در آستان و پیشگاه مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به زیارت می به اندازه شناخت و معرفتی که به ایشان دارید از بهشت و درجات آن برخوردار می شوید. پس بکوشید در چارچوب آموزه ها و راهنمودهای اهل بیت علیهم السلام معرفت به ایشان را در خود بالا ببرید و افزایش دهید مرجعیت شیعه تاکید کردند مسلم این است که هر کس بر اهل بیت علیهم السلام پیشی گیرد از حریمشان خارج شده و مقبول نیست و هر کس از آنان باز بماند تباه شده و تنها آن کس که پیرو و همراه آن پاکان باشد به مقصد میرسد معظم الله در پایان فرمودند بنابراین بایسته و شایسته است که از این زیارت بهره کافی را ببرید و برای خود و کسان و خویشاوندان و دوستان خود و همه مردان و زنان مؤمن دعا کنید.